شما شاید در اخبار شنیده باشید که از نجیب بخوای که چوکی را اعلام بکنه و برای ما قدرت را تسلیم کن. آه یعنی رفتن از روسیه درخواست خواستن که آقا نجیب و واسه ما فلجش کن. آره دیگه. سلام بچه ها، سلام بچه ها یوتیوب، خوش اومدید. اومدیم و هم ریاکشن بریم به صحبت های یا سخنان دوتا از بزرگترین افرادی که مردم افغانستان خیلی دوستشون دارن. حالا محبوبیت یه جوری در مقابل داشت. آره در مقابل همدیگه هم میذارن این دو نفر. حالا نظرات خودتون رو بنویسید. بریم بچه ها ریاکشن داشته باشیم، لذتشو ببرید. برای ما گفتن که شوروی ها آمدن، ما جهاد را زی خاطر انجام میدیم. شوروی میگه ما به ما گفتن که شوروی ها آمدن. الان یعنی دولت دکتر نجیب الله چیز بوده، دولت که... ربط به شوروی داشته احتمالاً. آره میگن که شوروی زمانی که دکتر نجیب بود شوروی هم بود، بعد هیچ کسی هم جرأت نداشت به افغانستان اصلا دیگه چپ نگاه کنه. زمانی که شوروی از افغانستان چه رفت چه سالایی بود نمیدونم دیگه، یعنی بیشتر نخوندم من دیگه. به این جنگی که الان داخل افغانستان هست 1900 و درسته 40 سال جنگ دیگه. آره. تو افغانستان این قبل این 40 ساله بوده. آره دیگه دکتر نجیب، یعنی مال 40 سال پیشه نمیدونم. بچه بگید کلا این ما این چیزا که الان داریم میگیم من خودمون نمیگیم، یه از بی‌احترامی نشه وقت طبق اون کامنتایی که شما گذاشتید ما داریم میگیم. حالا باز شما تکمیلش کنید بریم. فردا برای جنگ ختم است، شوروی را از اینجا رخصت ساختیم. بگم متاسفانه کامنتی که روتا از افغانستان رفتن و همه جهان از ما و شما توقع و تقاضای زیره داشتن که به زودی رژیم ساخت بکنیم. برای من خطا به زودی رژیمی خواهیم ساخت. نه ساقط میکنیم. همه جهان از ما و شما توقع و تقاضای زیره داشتن که به زودی رژیم ساخت بکنیم. آره به زودی رژیم رو ساقط خواهیم. یا رژیم احمد شاه رو میگفت یا حالا نه رژیم احمد شاه رژیم دکتر نجیب الله میگفت دیگه. نمیدونم حالا داستان بچه بگین فکر کنم حس بگم یه داستان سیاسی با هم بچه ها الان میان میرینم به امون باز کاسر این شیرفلکرشون رو با میکنن میگن که آره برین یه ذر تحقیق کنیم بعد بیا. بچه ها ما تحقیق آخه تحقیق تو بس سیاسی یکی طرفدار این حزبه من نمیدونم که آخه مرمیز کی راست میگه مثل ایران. بعد هم میادم میگن خیلی پپوین و فلان این و بیسال این خیلی بی‌احترامی ها میکنن ولی اب نداره. نه هستن اونا که خیلی با مرامن و قشنگ لطف دارن اونا زیادن. خب ولی اینا که بی‌ادبی میکنن اونا رو هم دوست داریم. اب نداره آقا شما فوشم بدیم به ما باز ما شما رو دوست داریم. بریم. برای ما خطا نوشته کرده بودن که افغانیت تر به انجام برسان. باز ما قول افغانی خود برای تو میتیم. ما خواه افغانیت خود به انجام رسانیدم. کجا شد حال قول افغانی از اینها؟ خوب شوروی ها هم برامدن. حال سوال سیوم مطرح است که نجیب این چوکی رو برای ما الابد. هر وقتی که نجیب چوکی رو الابد اونمور سلمه. خوب برادر ببین الان دیدی دکتر نجیب گفت میگن افغانی چیز افغانی تو رو میخوان زیر سوال ببرن. درسته گفت اون افغان بودن رو ثابت کرد. خب دیگه همون دیگه الان میخوام بگم دکتر نجیب گفت افغانی. چرا بعضی از افغانستانی نه نگاه کن بچه‌ها هم گفتن نه حساس نیستن بین خودشون. خب مثلا من میگم هی مثلا بین خودمون خودمونی تره یه جای دیگه بگی که دیگه هی بگی خیلی ناراحت میشه. اینا هم بین خودشون تو کشور خودشون افغانی بگن مشکل نداره ولی کسی که از خارج بهشون میگه یه جور مثلا توهین بهشون. آها اینجوری فهمیدم. اگه درسته بچه‌ها حتما داخل کامنت ها بگید. بریم. رانی عزیز پس کل جنگ در ظرف 11 سال که 1.5 میلیون کشته داد 1,300,000 نفر معلول و زخمی داد ای کلش از خاطر ام یک کرسی بود. خامیر از اول میگفتین ما برای شما بگویم که این نفهمیدم زمان جنگ یه میلیون داریم که 11 سال داریم جنگ یه میلیون کشته یه میلیون و یه میلیون 300 تا معلول و زخمی اینجا چیزا این آخه زمان کی بوده چجوری بوده حس میکنم تو همون بازه 40 ساله اینجا 11 سال ازش گذشته بوده. نمیدونم بچه بگین خیلی پیچیده است. سعی کنین برای ما سوال پیدا میشه برای شما هم باید سوال پیدا شوه و راجع به صلاحیت از این سران تنظیم ها باید یک سوالیه کلان بگذاریم. چند روز قبل یکی از این سران تنظیم ها گفت فهمیدن که از رای نظامی دیگه نتانستن گرفته
نه جلال آباد گرفتن، نه خوست گرفتن، نه قندهار گرفتن، نه کدام جای دیگر به دست آوردن. با کمال تأسف بعد از شکست مجاهدین در جلال آباد. اوه الان فهمید، قشنگ روبرو هم گذاشتن اینا، الان یه جوری فیس تو فیس هم هن. نه اینکه اینجا منظور دارن این جواب میده، میگه آقا نتونستم بگه، اینم گفت آره شکست مجاهدین در مقابل مثلا دکتر نجیب. آره بعد ویدیو هم اسم میکنم بیشتر به سمت دکتر نجیبه، یعنی بیشتر به سمت طرفداری. آره 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 خیلی دکتر. اصلا قشنگ تایتل ویدیو رو بچه میشه گفت احمد شاه مسعود VS دیدید میگن در مقابل نجیب الله. خود ببینیم کدوم فایت میکنه دیگه. آره دیگه واقعا یه فایته. ببینیم حالا بچه نظراتتون رو بنویسید، من ببینم که حتما کامنت های ویدیو رو مخصوص همه رو میخونیم ببینیم نظرات اکثریت به چه سمت یاریم. بعد بعض نقاطی دیگر رویه حاکم شده بود که گویا مجاهدین موفق نخواهد شدن که نجیب از طریق اقدام نظامی سقوط بتن و از قدرت دور بزن. دیدی میگه مجاهدین نتونستن نجیب رو از طریق کارهای نظامی اینا ساقط کنن، نتونستن دیگه. قش اسمش هم اوورد ولی نجیب الله اسمش نیورد، گفت اونایی که میخواستن بیان بگیرن و اینو. اینا دیگه تو جنگ الان دیگه حلوا پخش میکنن که حالا یکی میزنه یکی اون میزنه دیگه. دقیقاً دقیقاً. حالا معلوم نیست که باز واقعیت شما بچه‌ها بگی، ما تو این شرایط نبودیم ولی خب جالبه کسایی که بودن هستن، شاید الان بودنم تو این هنوزم زنده بودن. آره بریم نگه روی این مفکوره. آرام آرام حالتی به وجود آمد که کشورهای همسایه که حامی جهاد ما بودند به نحوی با نجیب ارتباطاتی را برقرار کردند. حال دیگه دست دراز کردن. اوه اوه مای گاد، اون گفتش که با کشورهای همسایه اینا ارتباط برکن، ولی دکتر نجیب داره میگه حالا دست دراز کردن. حالا ببینیم ادامه چی میشه. به طرف کی؟ به طرف کی؟ به طرف شوروی ها. او از شوروی ها یکی از سران اون موقع هم پوتین بود. آره دیگه اون موقع هم شوروی بود. آره دیگه من نمیدونم که شوروی شورویه دیگه اون موقع، الان روسیه شده. خب ببینم بذار یه لحظه سرچ کنم بچه. دقیق 25 دسامبر 1991 شوروی فرو پاشید که تبدیل به روسیه شد. آره این داستان پس یعنی قبل اون 1991 شاید هم بعدش آن قبلش چه فکر کنم 11-15-9 سال اینا قبل از اینکه من به دنیا بیام. ببین چقدر قدیم. بریم. تنظیم ها تقاضا میکنن، گفت که از ضرورت های تان نیازمندی هایی که شما دارین ما او را قبول داریم. شما شاید در اخبار شنیده باشید که از نجیب بخوای که چوکی را ایلا بکنه و برای ما قدرت را تسلیم کن. یعنی رفتن از روسیه درخواست خواستن که آقا نجیب واسه ما فلجش کن. آره دیگه. ولی خب الان پس یعنی دولت نجیب الله دولت سرتر از احمد شاه بود. وای تو اینه بذار حرفم بزنم. الان پس یعنی دولت دکتر نجیب مثلا دست نشانده شوروی نبوده، درسته؟ چون که اینا اومده رفتن از اون کمک گرفتن. آخه یه تایمی که با هم خیلی خوب بودن، شاید مثلا همون زمان طالبان بوده، میگن که شوروی بوده تا زمان طالبان بوده. تو کامنت بچه‌ها رو خوندی که آقا اینا بگم مثلا گفته بودن اینجوری دست نشانده روسیه است یا شوروی. گفته گفتن زمانی که روسیه از شوروی از افغانستان رفت کلا دیگه افغانستان. متاسفانه هیچ چیز ثابت نیست بچه‌ها، هر کی نظری میده. نمیشه واقعا استناد کرد به یکی از این حرفا و جلو رفت. بریم در ولا قضاوت رو به شما میسپارم. با ما مذاکره نمیکنن، میگه این دست نشانده شوروی است. با ما مذاکره نمیکنن، میگه این طرفدار شوروی است. ولی از خود از اونها دست دراز میکنن، گدایی میکنن، قدرت میخواین، میگه ما رو به کرسی بشن به جای نجیب. و در عین حال از به اصطلاح خودشان میگه که از دوست 2001 دیگه بون کجاست؟ بون 28 نوامبر 2001 مال چیز 2001 21 سال پیش اون موقع خب شوروی تبدیل شده بود به روسیه، یعنی فرو پاشه. شاید اسمش همون شوروی همون شوروی هم روسیه رو میگن احتمالا. آره. چون پوتین هم بود قطعا قبل پوتین شوروی یه شکل دیگه بوده، رئیس رؤساش اینا یکی دیگه بودن قطعا پوتین نبود. خیلی سال پوتین هست دیگه. آره پوتین خیلی قشنگ یه مافیایی نفوذ کرده. مثل پوتین جا کرده. آره تو خونه. آره دقیقاً جا کرده. آن غربی خش نیست تقاضا میکنیم. چی گفت؟ و در عین حال از به اصطلاح خودشان میگه که از دوستان غربی خیش نیست تقاضا میکنیم تا ما را به قدرت برسانند. که نجیب رو بخوابونن.
We welcome the distinguished interim leader of a liberated Afghanistan, Chairman Hamid Karzai. اوه حامد کرزای واسه اینجا که چی؟ حامد کرزای حامد کرزای افغانستان بوشه دیگه این بوش پیستونه آره بیمت interim leader of a liberated Afghanistan Chairman Hamid Karzai دیگه گفت دیگه لیدر جرمن لیدر رئیس جمهور افغانستان حالا چیزی که من الان داخل گوگل اینا سرچ کردم ایشون از سال 2022 دسامبر 2001 تا 29 سپتامبر 2014 رئیس جمهور بودن. چند سال میشه؟ 2001 2010 چیز شد دیگه. این دقیقاً داشت فیلم نشون میداد دیگه زده بود 2010 مگه چیز نزد 2011 زدن 11 سپتامبر 2011 آره. زدن دیگه. یعنی این بعد از 4 سالم خدمت کرد. آره بچه بگین این چه جوری بود تو افغانستان؟ خوب بود بد بود؟ بعد این فکر کنم اشرف غنی اومد بعد این بود دیگه, آره. دیگه در آمریکا اومد دست نشونده خودش آورد گذاشت فکر کنم سر حامد کرزای فکر کنم یه ذره این داستانه مثلا چی میگم موشک چی میگم بمب گذاری و اینا تو افغانستان یه ذره پایین تر بود نبود نمیدونم چون من یادمه بگن دیگه این ارتباط دیپلماتیکش خیلی زیاد بود من یادمه یعنی تو تلویزیون اخبار نگاه آره میدونم آخه یه جوری شده بود شاید نوچه آمریکا شده بود آخه بعضی کشورها رو دیدی میگن آقا با گردن باید کش کنی آره. هر چی بخوای بهت میدن من واقعا امیدوارم حالا شاید ایران وضعیت اقتصادیش خوب نباشه ولی امیدوارم واقعا افغانستان یه روزی به این برسه که یک حکومت مردمی بسازه یعنی نه دست نشانده روسیه باشه نه دست نشانده آمریکا باشه خودش باشه الان حدوداً طالبان مثلا دست نشانده خودشونه ولی من به نظرم این بعضی رفتارهای طالبان حالا میگم طالبان خوب و بدم داریم حس میکنم یه ذره خیلی تنده به سمت جای بدی میره مردم ناراضی میشن آخه الان هر چقدر بگی بازم خوشت میدم یه را به شما ربطی نداره بگم من به همه طرف گیر میدم هم به دولت اشرف غنی هم به طالبان بعد به همه ایراد گرفت تا به خیلی چیز خوب درست بشه میتوبم بهت بس نگیم بهتره خودتون بگیم بس. بریم آخه آمریکا چی کار است که اینو بذاره رئیس جمهور افغانستان من موندم مگه مردم خودش دور از اینجوری هن اینجوری نه ببین اینو نمیذارن که رئیس جمهور میاد مثلا یه حزبی تشکیل میده میگه آقا مثلا نمایندگان اینان مردم افغانستان کیو باید انتخاب کنن مثلا سه نفر رو گذاشتن خب بالاخره یکی از این سه نفر میشه دیگه سه تاشون دستشون در آمریکا خب دیگه اینجا مثلا یه جشنی بوده یه مراسمی بوده دعوت شده بالاخره رئیس جمهوری کشوره اینال قضاوت را برای شما میسپاریم قضاوت را شما میسپاریم کابل مرکز و پایتخت کشورتان هست حال پایتختتان را با خاک یکسان نسازین و مردم ازیر زیر پایتان با قتل و قتال و با کشتارهای بیرحمانه و پر از قساوت نابود نکنیم زمینه مذاکره و تفاهم با قماندانان و دولت آماده گردد من تقاضا میکنم که همه از قماندانان را من نمیخوام زیاد اضافی کنم حرفامو اینا میخوام طولانیش کنم هر چقدر بگی میخواستم اینو بگم که بچا جوری که این پروژه رو حالا من نمیدونم از کدوم کشور و این داستانا نمیخوام مثلا بگم هی آمریکا اینا قطعا آمریکا بوده ولی نمیخوام هی اسم ببرم خسته کننده بشه آره این داستان متاسفانه بمب گذاری ها این داستانا تو افغانستان جوری بود که مردم افغانستان رو یه جوری بی‌حس کرد یعنی چه جوری یعنی اینقدر بمب‌گذاری‌های مختلف تو مناطق مختلف شکل می‌گرفت باعث شد که آقا مردم افغانستان دیگه براشون عادی باشه مثلا توی محل آقا چرا نمیگم ناراحت نمیشن الان ایران و هی داعش اینا هی تو دیدی شاهچراغ و اینا اتفاق افتاد داشت برامون عادی میشد که آدم داره تو ایران میمیره جونشو از دست میده عادت شده بود که روزی مثلا 50 نفر بمیره 100 نفر بمیره 100 نفر دو نفر بمیره همون دو نفر یعنی تو یه نفرم باید قلب درد بگیره که از دنیا رفته تو افغانستان این پروژه رو قشنگ پیاده کردن تو سوریه این پروژه رو پیاده کردن همه کشورهایی که ضعیف شدن ضعیفشون کردن این پروژه رو بعد شروع کردن به غارت کردنش حالا من نمیدونم روی کرده شاه مسعود و نمیدونم دکتر نجیب و اینا چه جوری بوده ولی این داستان پروژه شون و پلنشون نقشه شونه خاشخچی نهیدی چه کارش کرده خاشخچی بوده. آره بردنش تو اسید انداختن که آب شه کلا محش از جامعه بریم ادامه دیگه طولانیش نکنیم از طریق رادیو و تلویزیون ابلاغ میشه ضمانت میکنم هیچ گپ واقعی نمیشه
جهانی را میشنوید، مردم افغانستان خواهد شنید. سر موی سر یکیشان کم شد و خدای نخواسته در اینجا. ما باز بدنام تاریخی است. ما سیاست خود را باز بدنام نمی کنم که ما آشتی را اعلان کرده باشم. خدای نخواسته مثل دیگرانی که در تاریخ قسم یاد میکنن با مردم و قرآن امضا میکنن. بچه این دوتور بگید. این دو نفر بگید. یه قسم خوردم ولی طول تاریخ. این ورشم حساب نکردم. آره مثلا این دو نفر مثلا اسم میکنم مثل یکی مثل امیر کبیر ما چه جوریه نمیدونم. باز نظرت تو بگی من نمیدونم. من چون گفت قهرمانان گذشته این دو نفر رو نشون داد اینجوری گفتم بریم این کدن و اینجا باز مردم رو میخواستن و میکشتن حبیب الله با تضمین و ضمانت این هم فکر کنم این خلخالی اینا بود اعدام کرده بودن همه رو میزد برو میکرد با احترام اینجا به اندر مفاهمه و مذاکره مهم نیست که حتما به نتایج برسیم ما برای تسلیمی هم نمیخواهیم ایشان سلام نمیگم که بر زمین بگذاریم باید یک نیروی طرف مقابل ما میای که ما مساوی میشینن صحبت میکنن آفرین دمش گرم میگه نه اینکه بگم آقا من دست خالی بیام یا مثلا بدون هیچ کسی بیام با تو صحبت کنم باید مساوی باشیم دیگه تو 100 تا نیرو میاری منم 100 تا نیرو میام با هم میشیم صحبت میکنیم اگر توافق رسیدیم که فوا نرسیدیم باش آقا یا جنگ میشه نه اینکه دیگه من بیام 1000 نفر بیارم تو 100 نفر من معلومه 1000 نفر 100 نفر مثل آب خوردن درو میکنه دیگه یا آره دیگه نسبت خودش میگه آقا چرا رفتی پیش شوروی آره دیگه تو به رفتی با یاد کمک گرفتی که آقا چی منو بتونی بزنی زمین این روی کرد این فکری که دکتر نجیب داری چیز شبیه ایرانه خب به جای که بیان از مردم خودشون استفاده کنن اگه میخوان انقلابی داخل ایران رخ بدن دوباره خب به جای که بیان برن کمک بگیرن از خارجی شبکه نمیدونم فلان نشرال بزنن اونجا بی بی سی بزنن خب بیان خودشون انقلاب انجام بدن دیگه قشنگ نفوذ کار کنن آره اصلا یه انقلابی انجام بدن نه اینکه بگیم آقا اصلا همینا باشه ما هم قبول داریم دیگه این آقا همه چی باشه ولی آقا یه چیزی که مردم نه با زیر بار فشار باشن از چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ اصلا کلی زندگی کردن الان شما تو ایران یه دونه وسیله میخوای بخری میبینی چند برابر شده خدایی نه باید اقتصادی حق مردم الان نبود. مردم افغانستان مشکلشون واقعا به نظر من امنیته میدونم امنیته الان میدونم بعضی از کشورها امنیتشون نیست باید میجوره میجنگن واسه امنیتشون ولی که بعضی کشورها هم هست میبینی آقا میجنگن واسه این که زنده بمونم اونا یه جوره اینجوری دارن زنده میمونن اینجا امنیت هم هست شاید آقا اصلا شغل نیست یا درآمدی نیست که بتونه آقا پیش خانواده‌اش مثلا شرمنده نشه ولی به نظرم بس افغانستان مهمتره چون امنیت داستان جان آدمه تا اینکه پول نداشته باشی بچه شما خودتون بگین نظرتون رو بنویسید بچه دمتون گرم که تماشا کردید اگه دوست داشتین میتونید ادامه این ویدیو رو ریاکشن بدید پارت دوشم میذاریم حتما پارت دوشم میذاریم بعد حمایت کردید این ویدیو رو ببینیم چه جوریه دیگه اگه حمایت بشه میذاریم دمتون گرم بچه حتما لایک سابسکرایب زنگولو اینستاگرام بکوبید و نظرتون رو حتما بنویسید خیلی مهمه میخوام ببینم که کلا چه جوری فکر میکنید جمع بندی کنیم ببینیم چه جوریه دیگه چند چندیم با هم مرسی تا ویدیو بعدی خدا خدا حافظ